Your teammate has been killed. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ Circle collapse imminent. خب رفقا، موضوع ویدیو امروزمون به نظرتون چی میتونه باشه؟ نظرتون خیلی مهمه، حتما توی کامنت ها به ما بگین. لایک ویدیو فراموش نشه، لایک رو بزنید، بریم ادامه ویدیو و دیگه ویدیو رو ببینیم. بچه نگه کنین توی بازی کلن، الان مطمئنم خیلیاتون تا حالا به یه همچین سوادای برخوردین. نگه کنین طرف خیلی زایی است. خب مثلا هم اینا مثلا احتمال زیاد خیلی فکر میکنم پلیرها خیلی خیلی خوبی هستن، خب و اینجوری به هم میچسبن. اگر این که فکر میکنی خیلی پلیر خیلی خیلی خوبی هستی، چرا به هم تیم یاد میچسبی؟ خب و اگر فکر میکنی مثلا نووی که دیگه بحثش جداست، چرا مثلا به ما میگی چیتر؟ یا چرا مثلا میدونی چی دارم بهتون میگم؟ خیلی یکم درکش سخته، ولی خب میدونی مثلا توی بازی پلیرایی که میبینی، خب میتونی تشخیص بدی تا حدی حدودی میتونی تشخیص بدی که مثلا طرف آیپد پلیره، طرف بازیش خوبه، یا طرف مثلا روم پلیره فلان اینا، مثلا از رو اینا میشه تشخیص داد. حالا یه سری پلیرها هستن که به هم میچسبن، مشخص طرف مثلا با دوستاش اومده بازی و دیوایس ضعیفی داره. اما خیلی از پلیرها هم هستن بچا، الان چه تو کاستومایی که میریم بازی میکنیم، چه توی رنگ، همه جا مثلا تک دارن، حتی ممکنه آیپد پلیر باشن، حتی ممکنه مثلا حالا به قول خودشون یکی پیج اینستا داشته باشن و به قول خودشون که پیج اینستا واسه معروفیت نمیشه و فلان و اینا. آره ما آدمای معروفی هستیم و خیلی خفن بازی میکنیم و اینا، مثلا اینجوری بازی کنن. خب و واقعا درک نمیکنم اینا که همچین فکری دارن، فکر میکنن خیلی پرو پلیرن و اینا، چرا اینطوری بازی میکنن. حالا از همش جالبتر اینه که بچه مثلا حالا با این همه تفاصیلی که دارم میگم، حالا من که اینا رو اصلا نمیشناسم، ولی مثلا با آدم هم میگن چیتر، یعنی طرف ممکن حتی میگم که یعنی از روی نظر دارم به یه نظر کوچیک دارم میگم، یعنی مثلا حتی نمیدونم، مثلا شاید یارو حتی موبایلم باشه، ولی خب به نظر من احتمال زیاد مثلا آیپد پلیرن. ولی خب مثلا آقا این همه آیپد و فلان و اینا، بچه من امروز هم نمیدونم مثلا چیزی بگم، ما فقط میخوام بدونم آقا شاید من دارم اشتباه فکر میکنم، شاید فقط برام من اتفاق میفته، مثلا میخوام بدونم شما هم مثلا همچین اسکوادای میبینین، براتون اتفاق میفته که مثلا طرف شاید به نظر آقا من که باشون فایت دادم به نظر بازیشون خوب میومد، ولی نمیدونم مثلا آقا شمایی که بازیاتون حالا به نظر انقدر خوبه، خب مثلا به ظاهر انقدر خوبه، این همه اسکین و این همه خرج کردین و گان لجند و گان متیک و اینا گرفتین، چرا اینطوری بازی میکنین؟ بچه نگاه کنین یه دونشون رو اینجا زدم، الان ببینین چند تا میان رو سر من. و واقعا خیلی اصلا چیز نمیدونم چی بگم، من واقعا فقط میخوام نظرات شما رو بدونم. ببینین که من خودم یه خورده فیشاریه داشت محسود، میخوام ببینم شما هم نظرین با من، چرا مثلا این اسکواده که حالا به قول خودشون پلیرهای خوبی هن، داداشم بیا اینو میگیری دمیج میکنه، اون یکی همون برمیاد مفرد میکنه. بعد جالب تر از همش اینه که خب با این همه ادعا و اسکین و نمیدونم گان و اینا مثلا بهت برمیگردن میگن چیتر. خیلی ها، یعنی خیلی حرف توشه ها، یعنی طرف مثلا خودش فکر میکنه خیلی پلیر خوبیه، بعد از اون طرف چیکار میکنه؟ میاد مثلا بهت میگه چیتر و فلان و اینا. آره دیگه بچه ها نگاه کنین کلن حالا رنک تورنومنت آلکاه میاد، خب یه مثلا شاید دو تا سه تا اسکواد ایرانی، خب معمولا حالا دیگه جدیدن هر کیت هر تورنومنتی که میاد سری میرن رنکینگشو بگیرن، یعنی تاپ رنکشو ایرانی ها میرن بگیرن. حالا اونا مثلا نمیدونم دقیقا چجوری بازی میکنن، حالا شاید هم فکر میکنن فرست پرسن بازی میکنن، یعنی مثلا بچه نگاه کنین یه همچین پلیری، حالا اینجا هم داداشم یارم چقدر اومدن نزدیک من، ولی خدا شاده من هیچی نگفتم و یعنی همینجوری اتفاقی پیش اومده، ولی اینو دارم بهتون میگم که مثلا خدایا داداشم، اینم همونیه که بهمون میگفت چیتر، داداشم اینجا کیل افکت شد.
آره مثلا یه همچون پلیری که مثلا بچه دیدین اونجا، اون مشخص موبایل پلیره. خب حالا من 99 درصد میگم اونی همچین پلیری موبایل پلیره. یه پلیرهایی که ضعیفن یا گوشی های ضعیفی دارن و فلان و اینا، خب مثلا زیاد حالا ایرادی نداره آقا اونا مثلا بچسبن به هم یا با هم بازی کنن، ولی مثلا یه همچین پلیرهایی که واقعا من نمیدونم مثلا تگ دارن، تگ کلن دارن فلانن، خودشونو خیلی مثلا پلیر خوبی میبینن و اینا، وقتی اینا به هم میچسبن یه خورده اصلا کلا مثلا تو مخ آدمه، میدونی چی میگم؟ حالا دیگه خودتون بیشتر با سبک پلی من مثلا آشنایی دارین، خب میدونین مثلا من زیاد با سولو بازی میکنم بیشتر تا با تیمم، خب و مثلا الان هر جایی هم که راش میدم اگه دقت کنین مثلا سولو راش میدم داشتم. بچه نگاه کنین حالا اینجا من این همه تیر زدم، تیرام همش از توش رد میشد، حالا فکر کنم شات آخریه رو میستادم. اینجا همون جاییه که بهمون میگفت چیتر و فلان و اینا. آره دیگه اینجوریه. من فقط این ویدیو رو بچه گذاشتم ببینم نظر شما هم در مورد اینجور پلیر چیه. حالا از همه اینا بخوایم بگذاریم بچه خیلی جالبه، مثلا هم به قول خودشون پلیرها خیلی خوبی هن. به خدا میگم مثلا اینا رو نمیشناسم، هم به قول خودشون پلیرها خیلی خوبی هن. و هم از اون طرف مثلا اینجوری ترایی هم کردن، بعد آخر سر هم بچه ها مثلا نمیتونن وین بگیرن. این دیگه خیلی ظلمه خدا، یعنی از 100 تا فوش برای اونا بدتره. یعنی مثلا یه همچین انقدر ترایی کنی و مثلا انقدر مثلا بچسبی به هم چهارتایی و حتی ما این مثلا این مچ بچه یه دونه رندوم افتاده با همونو منو بندیم کلن دو نفریم در اصل. یعنی اینجوریه، خیلی زایست به نظر من اگر مثلا ترای کنی چارتایی بچسبی به هم، بعد آخر سرم چه اتفاقی بیفته؟ آخر سرم یه اسکواد دیگه وینر کنه، یه اسکواد مثلا یه اسکواد رندوم، یا شاید مثلا اگه مثلا من این دست بچه حالا این دست من خیلی شانسی تونستم یه دراپ بزنم و چی بهش میگن ریزه ریزه برم سمت انمیا و یکی یکی خفتشون کنم، ولی اگه مثلا اینجوری نمیشه شاید اون یکی تیمای دیگه، اون تیمایی که بهتون گفتم موبایل پلیرن و فلان و اینا خیلی بازیشون متوسط و نرماله، مثلا اونا شاید وینر میشدن. حتی یعنی فرض کن یه اسکوادی که انقدر ترای کرده بازم وین نمیگرفت حتی اگه من وینش نمیکردم. خیلی جالب، جلوتر خودتون میبینین. نگاه کنید بچه اینجا هم دوباره داشت مسعود بدون وست راش داد که کاملا اشتباه بود کارم، کاش اینجا ناک نمیشدم. البته آره دیگه شدیم دیگه اینجا داداشم، نگاه کن بندم زدن، نگاه کن چند نفرن. خدا وکیلی خیلی زشته، خدای خیلی زایست، خیلی تابلوه. مثلا این اسکینایی که برمیدارین به خدا حرمت داره نه لذت. باشه این اسکینا رو برمیداری باید بری اسکواد باش بزنی، نه اینکه اسکواد ترای کنی. بعد حالا تورنمنت یا مثلا چطور بگم کاستوم روم هم نی رنکه، 40 تا رنگ بد میده چتونه ناموسن گشنه بازی ها چیه در میاریم. حالا بازم بچه سرتون رو درد آوردن، گفتم این ویدیو هم براتون بذارم ببینین، خیلی از نظر خودم جالب بود و خیلی دوست داشتم نظرات شما هم حتما ببینم. و دیگه آره نگاه کنین حالا اینجا هنوز لند نکرد، نگاه کنین بنده بچه 16 تا کیلو داده. خب توی همچین مچی که مثلا حالا زارت یه دونه نید اومد زیر پاش. آره دیگه بچه توی همچین مچی که مثلا به قولی معروف یه خورده خیلی ترای بودن و خیلی مثلا پیشیده بودن تو هم دیگه و اینا، 16 تا کیل زده، منم 13 تا زدم. خب الان بریم یه دراپ هم بگیریم بعد ببینیم چه اتفاقی میفته، چه جوری مچو جمع میکنیم. و اون اسکواده که بچه ها اینقدر ترای بودن و داستان و اینا یکی یکی میمیرن، اصلا نمیدونم شاید حتی اسمشون هم نمیدونم چی بود، حتی شاید خودم زدم، شاید اون اسکواد نوبه اینا رو زد، داداشم تو آب با من فایت نده. چی؟ وایتی 18؟ چه اسم یوتیوبی داشت؟ آره یعنی واقعا من درک خاصی از این پلیر ها ندارم. بچه نگاه کنین حالا توی موقعیت خیلی بدی گیر میکنم من این سر اینجا، یه بار ماشینم نمیدونم رندوم اومد دستم، چجوری اومد دستم، خیلی اعصابم داغون بود این مچ. میدونستم پشتم تو آب انمیه، بالا هم انمیه، یعنی همه جا انمی بود بچه، راستم هم دیدین که اونا اون یه نفر انمیه، دقیقا پشتم تو اون دراپه که ازش گان کشیدم هم انمیه، یعنی دقیقا همه طرف انمی. بیا داداش این همه پر رو بازی اینجوری بخوری، خدایی ظلمه، خدایی ظلمه. اینا فکر کنم رفتن لابی، اینجا اون آخریشون بود اگر اشتباه نکنم زدم. این یه دونه دیگه داداشم 18 تا کیل. خب اینجا یه صدا پا ریز گرفتم من که دیگه اعصابم ناامیدم، بذار ببینم اگه اونجاست واقعا یه دو تا تیر بزنیم بهش.
بعد بندازیمش. داداشم اونم اون یکی وستشو زدیم و بپیچیم. اوه اون اونجا هایگرن داره و کاور داره، نمیشه اونجا راششو بدیم. بریم این ور ببینیم یه کاور میتونیم بگیریم که یه چهار تا فایت خود درست حسابی و درست درمون بدیم. من این یار رندومه مونده با هم و داداشم بیاین راش داش مسعودو بدین، یکی یکی بریم بزنه بفرستتتون لابی. این چه وضع بازی کردنه خدایی. نگاه کن دوتا گاندراب ناموسن. با این همه لوت بری لابی داداش، وضع خیلی خیته. بیا این اسکواده بود، فکر کنم این اون اسکواده بود که رفتن لابی، حالا نمیدونم دقیقا. ولی خب نگاه کنین حالا اینجا هم یکم این ور اون ور رو نگاه کنین، دو نفر موندن از هر اسکوادی یه نفر مونده، اون دوتا هم بزنیم و خلاصه با این همه ترای هارد و با این همه فشار و با این همه فوش دادن و با این همه به آدم گفتن چیتر و اینا اینجوری بری بلاوی خیلی ظلمه. حالا من نمیدونم نظر شما هم میخوام بدونم چی بوده. داداشم یه نفرم تو آب شناگری قهار از جنوب ایران زمین، شاید هم از شمال بود نمیدونم، شناگر قواسی خیلی خیلی خبره بود و ماهر بود که به آره دیگه داداشم وار ماشینی میکشیم یکم میترسونه ببینیم اگه اونجا باشه بیاد پایین، اونجا نیست فکر کنم پشت دراپه. آره داداشم آخریرم بزنیم و بزنیم تو گوشش بریم. بچه خیلی خیلی دمتون گرم، خیلی عشقین اونایی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردن، دمتون گرم، عشقی داشت مسعودین. تا ویدیو تا دور دیگه بوس بای. حتما نظرتو در رابطه با اینجور اسکوادایی که به هم میچسبنم توی کامنت ها برام بنویس، چه خودم چه بقیه صحبتی در رابطه باش داشته باشیم، میخوام ببینم شما مثل من فکر میکنین یا نه. بوس بای.